پس از واکنش شدید ظاهر اخبر، سفیر دولت پیشین افغانستان در تاجیکستان، حالا نقیبالا دهقان‌زاده، سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خاروق این کشور میگوید این نمایندگی با پشتیبانی و زیر نظر مستقیم وزارت امور خارجه امارات اسلامی فعالیت میکند. نقیبالا دهقان‌زاده این اظهارات را در نوار تصویری که از طریق صفحه اجتماعی اکس زی احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه منتشر شده، بیان کرده است. با گفته وی این نمایندگی مطابق به اصول و صلاحیت های قانونی خود فعالیت می کند. جنده کنسولگری افغانستان مقیم خاروق تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می دارد. آقای دهقان‌زاده همچنان در این نوار تصویری سخنان اخیر ظاهر اخبر سفیر نظام پیشین افغانستان در تاجیکستان را غیر مسئولانه و بدور از حقیقت خوانده است. ظاهر اخبر چند روز پیش مکتوب را که به گفته او در آن یک دیپلمات امارات اسلامی برای سفارت افغانستان در دوشنبه معرفی شده بود، پاره کرد و گفت که دولت سرپرست نزد آنان مشروعیت ندارد. اخیرا اظهارات غیر مسئولانه و هاری از حقیقت آقای ظاهر اخبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه با هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده. دهقان‌زاده مدعی است که پس از سقوط جمهوریت دامنه فعالیت های این نمایندگی برای خدمات همچون صدور پاسپورت و صدور ویزا برای افغان های مقیم تاجیکستان گسترش یافته است. او این را هم میگوید که در بخش های ترانزیت، تجارت، مسائل مرزی، زندانیان، حقوقی و جنایی با مقام های جمهوری تاجیکستان هماهنگی وجود دارد. در شرایط کنونی تاجیکستان علاقمند است که با افغانستان روابط سیاسی و اقتصادی برقرار کنند، خصوصا روابط اقتصادی، برای از اینکه تاجیکستان رای بری نداره و از طریق افغانستان میتونه تجارت با کشورهای جنوب آسیا داشته باشه و انرژی خود از طریق افغانستان بتونه با پاکستان رو صادر کنه تا به هند. هرچند در بیشتر از دو سال گذشته سفارتخانه های افغانستان در تمامی کشورهای همسایه و شمار زیاد از کشورهای منطقه به دیپلمات های امارات اسلامی واگذار شده است، اما تاجیکستان به دلیل روابط متشنجی که با امارات اسلامی دارد تا کنون سفارت افغانستان در این کشور را به دیپلمات های امارات اسلامی واگذار نکرده است.